تان و هفته سور دو روز تاریخی و فراموش ناشدنی در این سرزمین باستان است که هر دو روز تاریخ با زندگی و تحول و مرگ سردار محمد داوود، یکی از شخصیت‌های نامور و بزرگ کشور، گره خورده است. سردار محمد داوود خان فرزند سردار عبدالعزیز خان، پسر کاکای مرحوم اعلیحضرت محمد ظاهر شاه، یکی از چهره های برازنده خانواده محمد زایی و از جمله اصلاح طلبان بود که در زمان زمامداری محمد ظاهر شاه یک دوره امور صدارت کشور را نیز به عهده داشته است. سردار محمد داوود که از دیر زمان طرفدار تحقق روند تجددگرایی و در پی تغییر نظام سیاسی و وارد نمودن کشور در پروسه تغییر و تحول به سوی پیشرفت و ترقی بود، با براه اندازی کودتای سفید و بدون خونریزی در 26 سرطان سال 1352 نظام سلطنتی را به جمهوری تغییر داد. با توجه به تحول 26 سرطان و حکومت 5 ساله سردار محمد داوود خان، باید اذهان داشت که به سیر تحول، تحرک و تغییر در کشور شتاب بیشتری بخشیده شد و هم این را نباید از یاد برد که کودتای 26 سرطان سردار محمد داوود خان بر حوادث آینده کشور تأثیر عمیق و جدی بر جای نهاد. اگر باید رفقا باشد، در روز اعلان جمهوری ما یک جمله گفته بودم و این بود که در طول مدت مسئولیت های مختلف در خدمت وطنم همیشه در جستجوی هدفی بودم که برای مردم افغانستان، مخصوصا طبقات محروم و نسل جوان مملکت، یک محیط مثبت و واقعی نشونوای مادی و معنوی میسر گردد و در آن همه افراد وطن بدون تبعیض و امتیاز در راه امران و تعالی وطن خود سهم گرفته و احساس مسئولیت نمود. این بود جمله که ما در اول اعلان جمهوریت به خدمت هموطنان عزیز خود عرض کردم. من امروز باز به خدمت شما عرض میکنم که این جمله که ما گفتم، این از قلب ما بود، از ایمان ما بود، از ابزار ما بود. سردار محمد داوود با توجه به حساسیت، کنش ها و مناسبات سیاسی با همسایه ها و بلاک های متخاصم بعدها تغییر عقیده داد و با سفرهای کاری در جهت تحکیم پیوندها و مناسبات گامهایی برداشت و در بخش سیاست کاری داخل نیز پلانهایی را طرح و به منصه اجرا گذاشت که هر کدام به گونه بیانگر طرحهای اصلاحی در کشور بود که با توجه به این اقدامات دوره 5 ساله حکومت سردار محمد داوود خان می توان اذهان داشت که دوره جمهوریت سردار محمد داوود خان یک دوره طلایی برای افغانستان. Daoud Khan was the man who turned Afghanistan into a democracy, but he was no democrat himself, assuming power by ousting his own cousin, the king. A key player on the international stage, in a country on the front line of the Cold War, he sought assistance from the Russians for much of his rule, but in the end he fell out of favor with the communists. کودتای حسینی که در تنها زندگی سردار محمد داوود و اعضای خانوادهش را از آنان گرفت، بلکه سرآغاز بحران تلخ در تاریخ کشور آغاز گردید که ناملایمات جنگ و خونریزی آن تا هنوز. The ceremony was held inside Kabul's presidential palace, the same palace where Daoud Khan was murdered during a Soviet-backed coup in 1978. The current president, Hamid Karzai, was at the funeral ceremony for Daoud and his brother. Nearly all his immediate family died with him in 1978. The location of their bodies a mystery until they were finally uncovered last year. Just one daughter escaped the massacre. She today was greeting mourners. The assassination of Daoud Khan.